با درود خدمت جناب شمیرانی. جناب شمیرانی، این دوستانی که در میان راجع به چیزهایی صحبت میکنن که ناظم فلان کاری کرد با بچه ها، قاری قرآن فلان کاری کرد با بچه ها، ما خودمون یه مشکل بزرگ داریم. مشکلمون اینه که زمانی که کسی کار میکنه، منتظریم اینه که یکی بیاد مثلا شکایتی کنه، قانونی اجرا بشه. خب اینا قانونشون، خود بالادستی هاشون هم همینطوری لواطکارن، خودشون تجاوزگرن، منتظرن که این قانون کاری کنه. اشتباه محضه. دو نفرشون که نابود بشن، دو نفرشون که بزنن بکشنشون یا بزنن به حد مرگ ببرنش، دو نفر بعدیش جرأت این کار نمی کنن. اشتباه ما همینه. نباید اجازه بدیم که به راحتی هر کاری که دوست دارن بکنن و بعدش هم برن تو قانون. قانون هم که اونجا با خودشونه، همشون فاحشن، چیز کنن، تبرئه بشن بره. به نظر من خود مردم باید شروع کنن اقدام کردن علیه اینا و به اشد مجازاتی که خودشون تعیین کردن برسن. با تشکر، موفق باشین. پاینده ایران. سلام فرمانده، لطفا این وایس رو بذارید تو گروه. همونطور که همه میدونن، به جز مردم عادی، خیلی از سران مملکت، سپاهیا دارن به حرفای ما گوش میدن. گوش بدین، ما الان میخوایم شما به حرفای ما گوش بدین. این دفعه با ما بودین بودین، نبودین ما با سکوت برخورد نمی کنیم. میکشیمتون، یا میکشیم یا میگیریم تحویل میدیم. نمیتونین دیگه از دست ما در میرین. تقاص تمام بچه هامون ازتون میگیریم، اجازه نمیدیم فرار کنین. اینو به خاطر بسپارید. من یک زن ایرانیم از نسل کوروش. ما به خدمت همتون میرسیم. گفتم یک دو سه بگو. من گوه خامه ای. ایراد ما ایرانی ها اینه که هر موقع یه اتفاقی برام میفته سکوت میکنیم، میگیم ولش کن، الان ول میشه، الان ال میشه، ولش کن، نمیتونم حقمو بگیرم. یعنی عادت کردیم وایسیم تو سری بخوریم. اگر همون موقعی که اوایل انقلاب شیر گرون میشد، جنگ میشد، اعتراض میکردیم، الان کارمون به اینجا نمیکشید. سکوته که ما رو بدبخت کرده. این چه مملکت بیست صحابیه؟ هم اونا آبرشون رفت، از ترس آبرشون گذاشتن از شهرک رفتن. یه دونه خونه، یه خانواده که با پررویی تمام توی شهرک مونده بودن تفلکی ها، مردم نادان و جاهل ما به جای اینکه کل شهرکمون بلندشن قیام کنن بگن چرا باید اینطوری بشه، همه سکوت کردن، اونا رو مسخره میکردن. اونا هم بعد چند ماه گذاشتن رفتن. این ناظم سیاه جهانی شد، اینا به روی خودشون نیاوردن. از این موردا یه دونه دوتا نیست، ولی این افتضاح بود پروندهش. سلام فرمانده، پرتوان باشید. ما منزلمون اطراف تهرانه، توی جاده کرجه. بعد یه آقایی به اسم محمد نجفی، فامیلیش نجفی بود، ناظم مدرسه پسر من بود. ایشون توی نمازخونه پسر بچه ها رو میبرد بالا توی نمازخونه، بهشون تعدی میکرد. اول تهدیدشون میکرد، بعد فیلم نشون میداد، بعد بهشون هر کاری که دلش میخواست انجام داده. یعنی چون اینجا بچه ها نشستن، من نمیتونم واضح توضیح بدم، ولی به بچه ها تجاوز میکرد، بعد فیلم نشون میداد. بعدش هم آخر سر میگفت اگر بری به پدر مادرت بگی میکشنت، هم تو رو میکشن هم پدر مادرتو، یا خودم میکشمه. تهدیدشون میکرد. یه دونه دوتا، من هر موقع میرفتم مدرسه پسرم میدیدم این ناظم بالا تو نمازخونه، یا هر موقع میپرسیدم میگفتن کجاست، میگه طبقه بالاست، نیستش. یه گذشت و آخرای سال بود که دیدم میگن که مدیر مدرسه زنگ زده 110، اومدن این آقا رو بردن. یعنی وقتی رفته بود بالا ببینه چی کار میکنه، در نمازخونه رو که باز کرده بود صحنه رو دیده بود، همونجا زنگ زده بود به 110. از قضا که بزرگان مملکتمون برای آقای سعید طوسی تبرئه بریدن، ایشونم کارشون ماستمالی شد، چنان فراریش دادن
چنان اونایی که شکایت کرده بودن ترسوندن سرشون، یعنی انقدر پر رو بود که خانومش میگفت من اگه شوهرم بیاد بیرون به خدمت همه تون میرسه شکایت کردین. درود بر شما داداش گل، شب و روزت بخیر، خدا قوت. استیکر نزار، دو کلم هم صداتو بشنوم با من روش صحبت میکنی روحیم خیلی خوبتر میشه. ما هم اینجا داریم کارایی میکنیم آجی و به موقعش بدلو میزنیم. برای بچه های ما همه داخل زندان هم. در حدود 30-40% داخل زندان هم. حرکت میزنیم، یه چورت حرکت خوب دارم. و عرضم به شما که وایس های دیگه هم دارم، وایس های خوب و شیرین، وایس هایی که خون به جوش میاره، به موقع برات میفرستم. فقط خواهشم تو تمام کانالات بفرست، چند دفعه هم بفرست که مردم قشنگ گوش کنن، اونایی که بیدار نیستن بیدار بشن. یا حق داداش. سلام و درود فرمانده، خدا قوت. من همیشه هستم و پیگیر اخبار و تحولاتی که توی کانال شما هست و حتی کانال های دیگه هستم. خیلی خوشحالم که مردم روز به روز هوشیارتر و آگاهتر میشن. کار این رژیم فاشیستی رو به اتمام انشالله به زودی زود. میتونم بگم که من خیلی در به در زدم، یه روزنه کوچیکی برون باز شده. یه عده هستن از افراد بازنشسته نظام قدیم که چون تو نظام بودن، حالا ارگانهای مختلف خصوصا ارتشی و سری افراد جوان همسن و سالای خودم که با هم همفکرن، هم عقیدن، یک دلن و میخوان به صورت مدیریتی و به صورت عملکرد مفید و مثبت و مؤثر کار بکنن تا بتونیم دست بدیم به دست هم ریشه این ظلم رو بخوش کنیم. خواستم بگم من هستم، پشت هموطنام هستم، خدا میدونه تا پای جونم پای مردمم هستم و هر گونه فعالیتی که داشته باشیم گزارشش رو به شما میدم تا در اختیار مردمم بذاریم، تا مردمم دلشاد بشن و بدونن ما هستیم. خیلی ها حرف نمیزنن اما هستن و مطمئنن همین خیلی ها به زودی با صدا و با عمل کرد به ما میپیوندن به امید پیروزی ایران عزیزمون. درود بر رضا شاه عزیز، درود بر شما و درود بر شاهزاده خودم. زنده باد ایران، جانم فدای ایران. سلام و درود به فدایان ایران. من یه پسر 8 ساله هستم. میخواستم یه شعار بدم که فقط برسه به گوش آخونده. ما گوشت باز نمیخوایم، آخونده دور نمیخوایم. پاینده پاینده باد ایران جاوید شاه. با سلام خدمت شما فرمانده عزیز جناب آقای سعید شمیرانی. ببخشید جناب شمیرانی، بنده قصد جسارت به مقدسات رو ندارم و نمیخوام بحث سیاست رو با آیین‌ها و مذهب‌های مورد قبول مردم قاطی کنم، ولی این واقعا برای من سواله. چرا در سال ماها و ماها برای امامان شیعه و حتی گاهن بعضی از آنها سالی دو بار، هر بار چندین روز مراسم عزاداری میگیرند، ولی اسمی از کوروش کبیر در تقویم ما وجود نداره؟ از تاریخ و هویت کشورمون چرا اسمی در تقویممون وجود نداره؟ این مایه ننگ واسه ما، این مایه ننگ واسه ایرانی. به نام پرچم شیر خورشید نشان که به هیچ زهخاکی نمیدهد امان. یه روز از بعضی ها سوال گرفتیم که چرا شما رفتین انقلاب کردین و در جواب شما گفتن که اگر شما هم مردین پس برین انقلاب کنین. ما هم سال 57 رفتیم انقلاب کردیم، شما هم الان جرأت اینو داشته باشین که برین انقلاب کنین. بیاین نشون بدیم که ما هم جرأت داریم، ما هم غیرت داریم، ما هم هنوز ایرانیم. اگه شما نسل 57 بودید ما از شما سرتریم. اینو به همه یاد میدیم که نسل امروز ناجی ایران خواهد بود. با تشکر. همونطور که میدونید
نیروهای امنیتی بیشتر علاوز روانی میان مردم اذیت میکنن، یعنی با صداهایی که در میارن، یعنی سپری که دارن، تونفایی که دارن، صدا میزنن روی صدا بخوره. وقتی مثلا 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر هستی، صدای وحشت آوریه. بعد خودشون هم حالا طبق صحبت های خودشون میگن که ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها به ما نه، یا مهدی نه. اینجوری علاز روانی یه ذره جو میدن تا بچه ها به استرس بیفتن. به نظر من کوکتل چیز خوبیه، ولی از اون بهتر میشه روغن ترمز با کلر، با یک ظرف آب معدنی یا نوشابه، یه صدای مهیب، ترس‌آور و چیزیه که وقتی میزنی اگه توی یه خیابونی چیز باشه کسی ندونه، از خیابون تا 10 تا خیابون دیگه هم صداش میره، مردم جمع میشن. این یه چیز خیلی خوب تریه به نظر من. نیروهای اطلاعاتی، نیروهای اطلاعاتی ما اکثرا دوربین هندیکم دارن، چون کیفیت موبایل کمه، اکثرا دوربین هندیکم دارن و شما شاید ببینید که حالت خبرنگارم باشن، باید حواستون باشه بهشون. عرضم به حضور شما اگه احتمال بر این دارید که کسی که بین شما هست فرد اطلاعاتی یا مخبر جمهوری اسلامی هست، با حلقه که دور اون طرف میزنید میتونید خیلی راحت با دست زدن به کمر اون فرد مظنون به این پی ببرید که این آقا اطلاعاتی هست یا نه. به خاطر ترسی که اینا دارن دیگه، در نبود امکانات خودشون گاز اشکاور با خودشون حمل میکنن، گاز اشکاور، شوکر، دستبند، اسلحه کمری. این سلاحایی هست که بچه های اطلاعات، عملیات، اطلاعات شناسایی، سپاه، ناجا، بسیج همراه خودشون دارن. شما خیلی راحت میتونید پی ببرید. سلام به آقای شمیرانی. آقای شمیرانی ببخشید من پشت فرمون بودم، صدای بند قطع شد، خیلی خیلی عذر میخوام. به هموطنان عزیزم تقاضا دارم که دیگه روی ما رو زمین نندازن، روز 22 بهمن سعی کنن زودتر بیان تو خیابون، تکلیف رو معلوم کنیم با این آقایان. خطاب به اون جوانایی که سال 57 رفتن مرگ بر شاه گفتن، به اونا میخوام بگم آقایی که رفتی گفتی مرگ بر شاه، خوشحال بودی که گفتی میخواد امام بیاد، امام بیاد، امام آمد، چیکار کرد برای شما؟ آب و برق رو براتون مجانی کرد، گاز رو براتون مجانی کرد، چیکار کرد؟ جز فحشا، جز بدبختی، جز بیکاری کاری دیگر برای شما کردم؟ جز اینی که ناموس ما باید بره کشورهای عربی خودفروشی بکنه، بیشتر از این کار دیگه کردم؟ تو رو خدا شما الان دیگه بازنشست شدید، الان دیگه حقوق بازنشستگی دارید میگیرید، برای حقوقتون دارید میگیرید. با سلام خدمت شما آقای شمیرانی، برادر عزیزم، واقعا انرژی میگیرم وقتی شما رو میبینم، وقتی صداتون رو میشنوم و یه نور امیدی در من به وجود میاد و خوشحالم از این اقدامات اخیر این بانوان شجاع و دلیر که تو این اوضاع خفقان و وحشتناک جامعه حجاب رو کنار میذارن و به هدف خودشون فکر میکنن و واقعا خوشحالم، به خودم میبالم از اینکه یک بانوی ایرانی هستم، اونها رو حمایت میکنم و دوست دارم که این کار رو انجام بدم، از این حجاب اجباری، از این جامعه سرشار از فساد و فقر و فلاکت و اینکه راه حلی واقعا نداریم.
و از اینکه در جامعه زندگی میکنیم که از همه سمت، از همه کشورهای اطراف خودمون و در کل دنیا به عنوان یک کشور خفقان زده و یک کشور سرشار از فساد و تبعیض‌های مختلف داریم زندگی میکنیم و واقعا در یک تنگنای وحشتناک هستیم و کسی اوضاع ما رو نمیتونه درک کنه جز خودمون. مایی که اکثریت 99 درصدی هستیم و اون 1 درصدی که واقعا از این وضع جامعه راضی هستن یا از خودشون هستن، مرفهین بی دردی که از خودشون هستن و مجبورن که این کار رو انجام بدن، تن به هر خفتی بدن و از سرمایه های کشور سوء استفاده کنن. خوشحالم، واقعا خوشحالم از دیروز که این خبرها رو میبینم و هی که تعدادشون اضافه میشه. واقعا خوشحالم و امیدوارم که استمرار داشته باشه و بالاخره از یه جایی این انقلاب درونی در ما ایجاد بشه و ما رو به جلو حرکت بده. خداحافظ. درود بر فرمانده سعید شمرانی. آقا یه برف تهران اومده، تهران کلن زمینگیر شده، نمیدونی سمت ما چه وضعی. البته ما هومه تهران هستیم، 3 روز الان راننده های بدبخت، مردم بدبخت تو این ترافیک موندن، تمام این جاده ها یخ زده، باورتون نمیشه. بیایی ببینید کیلومترها طول ترافیکه، هیچ کی به داده این ملت نمیرسه، تمام ماشین سنگین ها بدبخت شب کنار خیابون میخوابن. شهرداری حتی نایمده یه شن و نمک بپاچه، یه تیغ انداخته تو این جاده. بعد اینا میخوان اسرائیل و آمریکا رو نابود کنن. یخ و یخبندونه، شما حساب کن یه زلزله هم اگه تو این هوا بیاد واقعا چه فاجعه‌ای میشه. یعنی تمام مردم میمیرن از سرما، اصلا نه مدیریتی نه این مسئولی که رسته‌ای کنه، فقط حرف و شعاره. یه مش مفخور جمع کردن تو این شهرداری ها، یارو دم چیکم داره فقط میخوره و میخوابه. دیروز 10 دقیقه اومده از سرمای هوا رفته چپیده تو ماشین بیرون نمیاد. من نمیدونم اینا رو از کجا گیر میارن، اینا اصلا کیان؟ واقعا یکی نیست به داد این ملت برسه. ما هومه تهرانیم، اینجا خیلی وضع خرابه، تمام کوچه ها یخبندونه، یه شن و نمک جزئی تو خیابونای اصلی پاشیدن، کوچه پس کوچه ها رو اصلا ول کردن، مردم راه میرن همه سر میخورن. خیلی وضع اقتصادی خوب بود، با این وضعیت چند روز الان کار ما خوابیده. خیلی عام مثل ما هستن، فقط ما نیستیم. تمام راننده ها بیچاره ماشیناشون مونده، یکی زیر ماشینش یخه، یکی در خونش برف نمیتونه در بیاد، هیچ کی واقعا نیست رسته ای کنه از طرف یه ایرانی با غیرت و با تعصب.